اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. در برابر ادامه پنهانکاری‌های رژیم در مورد قرارداد 25 ساله با دولت چین، اکنون مردم ایران از حکومت می‌پرسند که چه چیز دیگری در این سرزمین پاک باقی مانده که هنوز به بیگانگان نداده اید. دریای خزر، خلیج فارس و یا حق ماهیگیری به چین در دریای عمان و یا فروش خاک کشاورزی ایران به امیرنشین‌های عرب. امروز دوشنبه 9 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی، 29 مارس 2021 میلادی و 16 ماه نیسان از سال 5781 عبری و دومین روز عید پسح است که بر همه باورمندان نیکو باد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می‌رسانیم. مقامات حکومت ایران همچنان در سخنان خود می‌کوشند چنین ادعا کنند که قرارداد 25 ساله با چین بیشترین سود را برای ایران دارد، ولی مردم می‌گویند که شاید بهترین سود را برای رژیم داشته باشد که از این پس خود را زیر چتر حکومت کمونیستی و کافر چین قرار می‌دهد. ولی بهایی که ملت ایران باید بپردازد بسیار سنگین خواهد بود. پرزیدنت بایدن نیز از قرارداد محرمانه دو حکومت ایران و چین ابراز نگرانی کرد. این قرارداد در حالی امضا می‌شود که جنگ سرد بین شرق و غرب و به عبارت دقیق‌تر بین کشورهای غربی با چین و روسیه در حال اوج گرفتن است و ممکن است ایران را نیز به این کارزار ناخواسته بکشاند. تحلیلگران امور ایران یادآوری می‌کنند که چین در گذشته حتی پروژه‌های کوچکی را که در ایران به عهده گرفته بود هنوز تکمیل نکرده و بنابراین چگونه میتوان به سرمایه گذاری چین در امور سازندگی در ایران امید داشت؟ یک مقام ارشد رژیم میگوید که اگر ایران نتواند فوراً ارز خارجی کافی به دست آورد، نیروگاه اتمی بوشهر نیز به ناچار تعطیل خواهد شد و تأمین برق برای بخش‌های بزرگی از ایران متوقف خواهد گردید. یک کارشناس ارشد امور نظامی و امنیتی اسرائیل میگوید که دولت پرزیدنت بایدن خود را ناچار می‌داند به تلاش برای رسیدن به توافق با رژیم ایران ادامه دهد، ولی این هدف به آسانی به دست نخواهد آمد. جنرال آموسیاتلین ارزیابی می‌کند که دولت بایدن در آینده نزدیک فرصت نخواهد داشت به مسئله فلسطینی‌ها بپردازد. در مبارزه با کرونا، اوضاع در ایران روز به روز بدتر می‌شود و حتی 0.5% از جمعیت کشور واکسینه نشده است و به دنبال گردش‌های نوروزی شمار مبتلایان به ابعاد بسیار خطرناکی رسیده و هنوز معلوم نیست که واکسن‌های بیشتر از کدام کشور و چه هنگام به ایران خواهد رسید. در مقابل، روند واکسیناسیون در اسرائیل برای جمعیتی که 9 میلیون نفر است رو به پایان می‌رود و سخن از آن است که در آینده نزدیک مردم اسرائیل ناچار نباشند در فضای باز ماسک به دهان بزنند. همچنین فعالیت در همه زمینه‌های اجتماعی به تدریج و با احتیاط لازم بازگشایی می‌شود.
همزمان با گسترش فقر در ایران، خشونت و آدمکشی نیز در ابعاد نگران کننده بالا رفته است و به موازات آن نیروهای مسلح رژیم نیز در هر موردی که آن را مشکوک بنامند به سوی مردم تیراندازی می کنند. در یک هفته اخیر چندین نفر به دست نیروهای انتظامی حکومت کشته شدند. دکتر صادق زیبا کلام در یک سخنرانی برای دانش آموزان آمریکایی گفت که مردم ایران با اسرائیل هیچ ستیزی ندارند و سیاست ضد اسرائیلی حکومت زیان سنگینی به مردم ایران وارد آورده است. او گفت ملت ایران با یهودیان و اسرائیل خصومتی ندارند و در میان همه اقوام جهان تنها کسانی که به یهودیان خوبی کردند ملت ایران به رهبری کوروش کبیر بوده است. مشروع این خبرها را همراه با گزارش‌های بیشتری در رابطه با اسرائیل و ایران و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه یک ساعته خبری به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم همکاران امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، آقای مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قرگزلو می باشد. در پایان برنامه خبری یک ساعته، متن کامل سخنرانی دکتر صادق زیبا کلام برای دانش آموزان آمریکایی پخش خواهد شد. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید. دوشنبه ایرانیان و دومین روز عید باستانی پسح بر همگان خوش باد. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را با آگاهی شما می‌رسانیم. اسرائیل در مبارزه با ویروس کرونا به مرحله‌ای از موفقیت رسیده که اکنون بررسی می‌شود که استفاده از ماسک در فضای آزاد غیر ضروری اعلام گردد. همچنین این امکان بررسی می‌گردد که محدودیت‌های اجتماعی هرچه بیشتر برداشته شود. علت این امر آن است که در هفته‌های اخیر از شمار مبتلایان جدید در ابعاد چشمگیری کاسته شده و به موازات آن شمار افرادی که به بیماری فعال مبتلا شده اند پایین آمده است. اگر همین روند ادامه یابد، اسرائیل در آینده گام‌های بیشتری برای لغو همه محدودیت‌ها برخواهد داشت. با این همه، هنوز خطر شیوع گونه‌های جدید ویروس کرونا به اسرائیل از طریق ورود مسافران هوایی وجود دارد و از این رو شمار پروازها همچنان محدود خواهد ماند. این دستاورد پزشکی بزرگ اسرائیل که در میان کشورهای جهان کم نظیر است، در درجه اول به علت آن است که تقریبا همه افرادی که در خطر هستند واکسینه شده اند و احتمال می رود که به زودی واکسیناسیون نوجوانان و کودکان نیز آغاز شود. اکنون معلوم می شود که اسرائیل میلیون ها واحد واکسن مازاد خریداری کرده که ممکن است به کشورهای دیگر اهدا و یا فروخته شود. تصمیم برای برداشتن برخی محدودیت ها همچنین به خاطر آن است که تقریبا نقطه‌ای در اسرائیل نمانده که وضعیت قرمز داشته باشد. هنوز برخی محله ها با وضعیت بنفش یا نارنجی روبرو هستند ولی آنها هم به زودی به وضعیت سبز خواهند پیوست. حتی محله های مذهبی نشین اورشلیم که در گذشته رکورددار شمار مبتلایان بود، شمار مبتلایان بسیار کاهش یافته است. اکنون چند روز است که شمار بیمارانی که ویروس در بدن آنها فعال است به زیر 10,000 نفر کاهش یافته است و این در حالی که ماه گذشته این تعداد فراتر از 40,000 نفر بود. همین چند هفته پیش بود که هر روز بیش از 2,500 مورد جدید ابتلا در میان مردم شناسایی می شد. ولی سه هفته پیش تا حد 1,500 نفر کاهش یافت و اکنون چندین روز است که به زیر 600 نفر رسیده است. مردم اسرائیل از دو روز پیش عید پسح، عید آزادی و بهار را جشن گرفتند که یک هفته ادامه دارد و در این مدت تماس بین افراد افزایش چشمگیر می‌یابد. اگر پس از پایان عید شمار مبتلایان همچنان روند نزولی داشته باشد، وزارت بهداشت ممکن است اعلام کند که استفاده از ماسک در فضای باز غیر ضروری خواهد شد.
درباره شیوه مبارزه اسرائیل با کرونا این گزارش را نیز بشنوید. تصویرها و فیلمهایی که در واپسین روزهای ماه مارس از زندگی در شهرهای اسرائیل دیده می شود برای اغلب شهروندان اروپایی رشک برانگیز است. مردم در کافه ها و رستوران ها می نشینند، می رقصند و دوستان و بستگان را ملاقات می کنند. اسرائیل از ابتدای اسفند ماه و زمانی که حدود نیمی از جمعیت آن دست کم یک دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند، محدودیت برخی فعالیت های جمعی را کاهش داد و حضور در ورزشگاه ها، عبادتگاه ها و مراسم فرهنگی و هنری را برای بخشی از ظرفیت آنها آزاد کرد. اکنون و در پایان هفته نخست فروردین بیش از نیمی از شهروندان ساکن اسرائیل هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. میزان افراد واکسینه شده در میان بزرگسالان بیش از 80% است. همزمان با ادامه کاردار گسترده واکسیناسیون از ابتدای سال جدید میلادی و به مرور موارد جدید ابتلا به کرونا در اسرائیل به حدی کاهش یافته که اکنون بسیاری از مراکز عمومی نظیر هتل‌ها، رستوران‌ها، موزه‌ها و تئاترها دوباره بازگشایی شدند. به نوشته اشپیگل آنلاین اکنون در اسرائیل می شود در فضاهای بسته نیز تا 20 نفر دور هم جمع شوند و این تعداد برای فضاهای باز تا 50 نفر است. تصویر امروز اسرائیل دقیقا نقطه مقابل وضعیت در سال گذشته را نشان می دهد، زمانی که محدودیت شدیدی بر تمام فعالیت های اجتماعی و کسب و کارها تحمیل شده بود و دستورالعمل های بهداشتی سختی اعمال می شد. اسرائیل از ابتدای پاندمی کرونا تا آغاز سال 2021 سه بار شاهد اعمال محدودیت های سختگیرانه سراسری بود. بار آخر چند ماه پیش و با شیوع ویروس جهش یافته کرونا همراه بود که قدرت سرایت به مراتب بیشتری دارد. از میانه ماه ژانویه تأثیر واکسیناسیون در اسرائیل با کاهش موارد جدید ابتلا آشکارتر شد و روند نزولی موارد جدید ابتلا هفته به هفته مشهودتر شده است. و از آخر ماه فوریه تمام کسانی که واکسینه شدند و مبتلایان بهبود یافته با دریافت یک پاسپورت سبز تقریبا دوباره به زندگی عادی بازگشتند و موارد ابتلا جدید به کرونا نیز رو به کاهش است. واکسیناسیون در اسرائیل با واکسن فایزر بیونتک انجام می شود و پیشرفت های چشمگیری در این زمینه این کشور را به مدلی برای ارزیابی کارآمدی این محصول دو شرکت آمریکایی آلمانی در شرایط واقعی تبدیل کرده است. خشم مردم ایران نسبت به قرارداد 25 ساله حکومت با چین به صورت فزاینده ای ادامه دارد و بسیاری از معترضین بر این باورند که رژیم کنونی برای بقای خود نه فقط به غارت ثروت مردم پرداخته بلکه ثروت‌های طبیعی کشور را نیز به بهای ناچیز در اختیار یک کشور بیگانه قرار می‌دهد. این خشم و اعتراض در حالی بیان می‌شود که رژیم همچنان از افشای جزئیات این قرارداد خودداری می‌ورزد و با ارائه استدلال‌های غیر منطقی و غیر قابل قبول می‌کوشد این پنهانکاری را موجه جلوه دهد و همین امر بر شدت نگرانی‌های مردم افزوده است. حکومت ادعا می‌کند که منافع ملی ایران و در واقع منافع خود رژیم ایجاب می‌کند که جزئیات این توافق همکاری پنهان بماند تا دشمن نتواند آن را خنثا کند. ولی نگرانی مردم در آن است که این قرارداد آنقدر شرم‌آور است که اگر مردم از جزئیات آن آگاه شوند ممکن است یک خیزش همگانی رخ دهد که موجب برافتادن حکومت گردد و پیش از آن که پای نیروهای مسلح چین به ایران برسد رژیم سقوط کرده و این توافق باطل شده باشد. به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. دروغ میگه. نه تنها جزئیات این قرارداد عمومی نشده بلکه نمایندگان مجلس هم از این اطلاعی ندارن. تا جایی که احمدی نژاد اونو مخفی و مخالف خواست ملت میخونه. قراردادی که یه سرش پای ثابت قراردادهای ترکمنچای گونه است. روسیه و چین. حالا اویل پرایس با منابع آگاه بند نظامی این قرارداد رو فاش کرده. بر اساس این بند بمب‌افکن ها، جنگنده ها و هواپیماهای چین و روسیه باید بدون محدودیت به پایگاه‌های هوایی ما دسترسی داشته باشند.
اون هم تو نقاط استراتژیک ایران، چابهار، بندرعباس، آبادان و همدان. همچنین سالانه بیش از 100 عضو ارشد سپاه تو چین و روسیه آموزش خواهند دید. اینها علاوه بر دسترسی چین به نفت و گاز و پتروشیمی و منابع دریایی ایران، در مقابل تمام اینها بلوک کمونیستی شرق تنها باید در برابر تحریم ایران مخالفت کنه روی ترکمنچای سفید. افشای این واقعیت که مأمور انجام این توافق علی لاریجانی بوده که بدون آگاهی دولت حسن روحانی و به دستور مستقیم خامنه ای رهسپار پکن شده، نگرانی ها را افزایش می دهد. علی خامنه ای ماه گذشته پیامی نیز برای پرزیدنت پوتین رئیس جمهوری روسیه ارسال داشت و برای رسیدن این پیام نیز باقر قالیباف را مأمور سفر به مسکو کرد که البته پوتین حاضر به دیدار با او نشد و قالیباف پیام را به رئیس پارلمان روسیه تسلیم کرد. با آنکه متن این پیام نیز علنی نشده، ولی در گزارش‌ها آمده بود که خامنه‌ای التماس کرده بود که روسیه حمایت خود از رژیم ایران را دریغ کند و رژیم اسلامی مایل است دوست وفادار روسیه باقی بماند. این منت‌کشی خامنه‌ای از چین و روسیه به خوبی نشان می‌دهد که حکومت اسلامی تا چه حد خود را در تنگنای بین‌المللی و خطر سقوط داخلی روبرو می‌بیند. نکته بسیار نگران کننده دیگر آن است که چین در حال این چنین گسترده وارد صحنه ایران می شود و خامنه ای در شرایطی دست تمنا به سوی دولت مسکو دراز می کند که جنگ سرد بین آن دو کشور با دنیای غرب روز به روز وخیمتر می شود و ممکن است ایران را به نحوی ناخواسته به این جنگ سرد به سود کشورهای کمونیستی بکشاند و احتمال برطرف شدن نزاع رژیم با ایالات متحده را بیش از پیش ضعیف‌تر سازد. من فروش ایرانو به شما اپوزیسیونام و مشروط خواهایی که حاضر نشدین کنار هموطنهای دیگتون وایستین و برای ایران مبارزه کنین بهتون تبریک میگم. فروش ایرانو به شما جمهوری خواهایی که اومدین تو همایشا و عکس پهلوی و دیدین و رفتین و هیچ کاری نکردین تبریک میگم. فروش ایرانو به همه شماهایی که فقط وایسادین و تماشا کردین تبریک میگم. من فروش ایرانو به توی که اومدم توی مغازت برگشتی گفتی که آخونده دشمن ما نیستن تبریک میگم. و فروش ایران رو به شما آقای منوچهری، به شما خانواده شهدا، به تمام جانبازان، به تمام کسانی که تلاش کردن تا این خاک نره ولی رفت، تسلیت میگم به همتون، تسلیت میگم. یکی از کارشناسان برجسته امور نظامی و امنیتی اسرائیل، ژنرال آموس یادلین، ارزیابی کرد که رسیدن به توافق از جانب ایالات متحده با حکومت اسلامی ایران گرچه بسیار دشوار است، ولی دولت پرزیدنت بایدن با جدیت تمام به این تلاش ادامه می‌دهد و بعید می‌نماید که از آن دست بردارد. ژنرال نیروهای ذخیره آموس یادلین در گذشته رئیس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بوده و در 10 سال اخیر ریاست مرکز پژوهش‌های استراتژیک اسرائیل را به دوش داشته و اکنون به این فعالیت خود پایان می‌دهد و عملاً بازنشسته می‌شود. ژنرال یادلین که در گذشته امور ایران را به مدت سالیان دراز دنبال کرده، بر این باور است که رسیدن به توافق اتمی و موشکی با رژیم ایران باید یکی از اولویت‌های سیاست خارجی او باشد و این در حالی که دولت واشنگتن با مسائل داخلی و بین المللی بسیاری روبروست. او گفت که سیاست فشار حد اکثری که از جانب دولت پرزیدنت ترامپ در رابطه با رژیم ایران در پیش گرفته شد نتیجه بخش نیفتاد و رژیم ایران با سلاح شکیبایی این دوران را پشت سر گذاشت و اکنون دولت پرزیدنت بایدن می‌کوشد از طریق تلاش‌های دیپلماتیک به هر نحو ممکن با رژیم ایران به توافق برسد. از دیدگاه تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، اکنون که رژیم ایران با امضای توافق 25 سال با چین ممکن است به بلوک شرق بپیوندد و خطر امنیتی آن نسبت به حضور ایالات متحده در منطقه شدیدتر شود، دولت‌های غربی وظیفه خود می‌دانند از طریق مدارا با رژیم ایران نگذارند که آن کشور
به دامان کشور کمونیستی چین و حکومت تزاری روسیه بیفتد. ژنرال آموس یادلین در مصاحبه‌ای که در روزنامه اسرائیلی معریف انتشار یافت ارزیابی کرد که رسیدن به توافق با ایران برای ایالات متحده یک واجب بین المللی است و تلاش ها در این زمینه ادامه خواهد یافت. او گفت که اسرائیل باید در برابر این تلاش دیپلماتیک ایالات متحده برای آشتی با رژیم ایران با هوشمندی رفتار کند و خطوط قرمز خود را کاملا مشخص سازد تا نگذارد آمریکا و ایران به توافقی برسند که امنیت اسرائیل را به صورت آشکار به خطر اندازد. ژنرال یادلین در مورد شیوه دولت پرزیدنت بایدن در برابر مسئله فلسطینی ها گفت ایالات متحده در صحنه بین المللی و داخلی با مسائل و مشکلات بسیاری روبروست که مهمترین آنها درگیری با چین و روسیه و ایجاد همکاری های بیشتر با کشورهای اروپای غربی و همچنین مسئله محیط زیست می باشد و باید به شیوهی با رژیم ایران به توافق برسد و از این رو بعید می نماید که دولت پرزیدنت بایدن بخواهد روی مسئله فلسطینیان تمرکز کند. ولی بی تردید او توانسته است برخلاف دولت پرزیدنت بایدن کمی به فلسطینی ها نزدیک شود. ایالات متحده اعلام کرد که برای کمک به حکومت خودگردان فلسطینی در مبارزه با ویروس کرونا 15 میلیون دلار کمک نقدی به آنها اعطا می کند. مقامات همینک سعی می کنند به شیوه‌های مختلف قرارداد 25 ساله ایران با چین را مثبت و به سود رژیم معرفی کنند. بعد جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران گفته است امضای سند نقشه راه همکاری راهبردی ایران و چین بخشی از سیاست مقاومت فعال است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه افزود دنیا فقط غرب نیست و غرب هم فقط آمریکای قانون شکن به گفته او و سه کشور اروپایی بدعهد نیست. نگرانی بایدن کاملا درست است. شکوفایی همکاری‌های راهبردی در شرق افول آمریکا را تسریع می‌کند. وی در حال این سخنان را بیان می‌کند که پیشتر روح الله خمینی تأکید می‌کرد نه شرقی و نه غربی، تنها جمهوری اسلامی. و سال‌ها این شعار در تمامی مناسبت‌ها تکرار و در تمامی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های حکومتی به عنوان یک شعار رسمی نوشته شده است. همچنین حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی نیز در همین راستا در توییتر خود از قرارداد طولانی مدت با چین استقبال و آن را نمونه ای از دیپلماسی موفق توصیف کرده. در ادامه مواضعش آن را ثمره پیروزی دیپلماسی حد اکثری دانسته است. قالیباف نیز گفته است امضای سند راهبردی با چین یک عنصر مهم تولید قدرت در چارچوب نگاه به آسیا و اوراسیا با رویکرد سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور است. امضای قرارداد 25 ساله میان ایران و چین واکنش‌های مخالف گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. عده‌ای از منتقدان این قرارداد آن را در تضاد با منافع ملی ایران می دانند و آن را با معاهده ترکمنچای مقایسه می کنند. دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران و تحلیلگر مسائل داخلی و بین المللی ایران در سخنرانی برای دانش آموزان آمریکایی از جمله گفت که ملت ایران با یهودیان و یا مردم اسرائیل نزاعی ندارد و این ستیز حتی در اوائل انقلاب بخشی از سیاست خارجی رژیم نبود ولی به تدریج به یکی از مرکزی ترین دلمشغولی های رژیم مبدل گردید. دکتر زیبا کلام که از تهران با بانو هرود مدرس ایرانی در ایالات متحده سخن می گفت همچنین اظهار داشت که ملت ایران به خاطر این ستیز با اسرائیل از جانب رژیم زیانهای بسیار متحمل گردیده است. او تأکید کرد که عامه مردم ایران هیچ خصومتی با اسرائیل ندارند و اگر در گذشته گروه‌های مذهبی و جناح چپ در ایران
نسبت به اسرائیل ابراز خصومت می کردند، به تدریج به این اشتباه خود پی بردند. این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش های دیگر گفت که ایران باید به طور اصولی نه تنها با اسرائیل بلکه با همه کشورهای جهان مناسبات دوستانه و روابط همکاری داشته باشد. قرار است این مصاحبه به زبان انگلیسی ترجمه شود و در اختیار دانش آموزان همه مدارس ایالات متحده قرار گیرد. دقایقی از این سخنرانی دکتر زیبا کلام برای دانش آموزان آمریکایی را می شنویم. متن کامل این سخنان به زبان فارسی در وبسایت رادیو پیام اسرائیل قرار می گیرد و در پایان این مجموعه خبری یک ساعته نیز پخش می شود. قطعا برای منافع ملی ایران این شعار، این استراتژی که ما باید اسرائیل نابود بکنیم قطعا هزینه زیادی داشته برای منافع ملی ایران. منتها شما فرمودید که از روزی که انقلاب اسلامی شکل گرفت نظام جمهوری اسلامی ایران بر سر کار آمد، واقع مطلب این هستش که اصلا و ابدا نابودی اسرائیل، دشمنی با آمریکا، مرگ بر آمریکا، غرب ستیزی، اینها در حقیقت اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی نبودن. اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی آزادی مطبوعات بود، نبود زندانی سیاسی بود، حاکمیت قانون بود. اینها بودن اهداف و آرمانهایی که مردم ایران با رژیم شاه به خاطرشون مبارزه کردن. منتها در ایران 42 سال پیش یک جریان نیرومند فکری فرهنگی میان روشنفکرها و تحصیل کرده های ایران که مخالف شاه بودن وجود داشت که بسیار متأثر از چپ بود، بسیار چپ مارکسیستی بود و در نتیجه مبارزه با آمریکا، مبارزه با غرب، مبارزه با اسرائیل، مبارزه با صهیونیسم جزو به اصطلاح فرهنگ چپ ها بود. حالا نه فقط در ایران، تو کشورهای عربی هم بود، تو خیلی از کشورهای اروپایی هم بود، جاهای دیگه هم بود به اصطلاح. و این به تدریج از مارکسیستا حرکت کرد، آمد به سمت و سوی مسلمانان انقلابی رادیکال و به جای اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی که اهداف دموکراتیک بودن، اهداف آزادی خواهانه بودن، این دشمنی با اسرائیل، نابودی اسرائیل، نابودی با نابودی تمدن غرب و اینجور چیزا در حقیقت شد جزء اهداف انقلاب اسلامی. اما نکته که بسیار مهمه این هستش که من قبول دارم که در ابتدای انقلاب درست مثل خیلی از کشورهای عربی و اسلامی ضدیت با اسرائیل بین اکثریت مردم ایران بود، وجود داشت، نه علیه یهودیت، علیه اشغال اسرائیل رو و حمایت از فلسطینی ها و اینها. من قشنگ یادمه که چند هفته بعد از انقلاب یاسر عرفات آمد به ایران، اولین شخصیت به اصطلاح میهمان خارجی بود که آمد به ایران بعد از انقلاب و چه استقبالی ازش شد. اما ببینید خانم هرود، بعد از گذشت 42 سال اصلا دیگه اون احساس به شدت حمایت و همدردی و همدلی با فلسطینی‌ها و متقابلا بغض و کینه نسبت به اسرائیلی‌ها وجود نداره. یعنی امروز که فروردین 1400 هستش، مارچ 2021 هستش، شما اگر که با بسیاری از ایرانی ها صحبت بکنی که آیا شما مخالف اسرائیل هستین، خیلی هاشون به شما میگن که نه، ما اصلا دشمنی با اسرائیل نداریم. و اگر ازشون بپرسی که خب حکومت ایران میگه من اسرائیلی میخوام نابود کنم، آیا شما موافق این شعار هستید؟ خیلی هاشون به شما میگن که نه، با به هیچ وجه خواهان نابودی اسرائیل نیستیم. و حضور شما عرض شدش که و حتی مخالفت میکنن. و من خودم در یک سخنرانی چند سال پیش که سوالی رو مطرح کردم در ایران در یه دانشگاهی با یکی از این اصولگرایانی که خیلی رادیکال هستن و مخالف اسرائیل هستش و میگه اسرائیل رو باید نابود بکنیم و اینها، با ایشون گفتم که این که این شعار، این استراتژی که شما میگید ما باید اسرائیل رو نابود بکنیم،
اینی کی به شما این وظیفه رو کی به شما محول کرده؟ اینی کی به شما گفته که شما باید اسرائیل، جمهوری اسلامی، شما باید اسرائیل نابود بکنه؟ عربا گفتن، فلسطینیا گفتن، سازمان آزادی بخش فلسطین گفته، حماس گفته، جهاد اسلامی گفته، حتی اونا هم نمیگن ما اسرائیل رو باید نابود بکنیم. سازمان ملل گفته، شورای امنیت گفته، اتحادیه اروپا گفته، مردم ایران گفتن، قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته. آخه کی به شما این ماموریت رو داده که شما باید اسرائیل رو نابود بکنید؟ و جالبی که خانم هرات، شما هیچ پاسخ درست و منطقی نمیشنوید. یه سری شعار که این تکلیف دینی هست، وظیفه اسلامی هست، نمیدونم قرآن به ما میگه، نمیدونم بشریت به ما میگه، نمیدونم اینها، آخرش هم به شما یه پاسخ منطقی نمیدن. بنابراین این یه سوال خیلی مهم خواهد شد در آینده ایران و اسرائیل که چه کسی این وظیفه رو به جمهوری اسلامی ایران محول کرده که شما باید اسرائیل رو نابود بکنی. ولی تا اونجایی که مربوط به پاسخ به سوال شما میشه، نه، واقعا بسیاری از مردم ایران هیچ بغض و کینه‌ای علیه اسرائیلیا ندارن. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، در این ایام نوروزی و در همان حال که هر روز اطلاعات بیشتری از ابعاد فساد مالی باقر قالیباف انتشار می‌یابد، او در دیدار با یک آخوند حکومتی ادعا می‌کند که با به اجرا گذاشتن یک برنامه 5 ساله می‌توان همه مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و این کشور را به بهشت برین مبدل ساخت. از قالیباف بپرسید که او با این ادعاهای مردم فریبانه در دورانی که شهرداری تهران را به عهده داشت چه دستگلی به سر مردم زد که حالا ادعا می کند در ظرف 5 سال می توان اقتصاد رژیم ایران را از حضیض ذلت به اوج مکنت رساند. او این حرفها را در آستانه نامزدی خود برای مقام ریاست جمهوری می گوید. او یکی از نمادهای فساد مالی در رژیم ایران است که پولهای زیادی را دزدیده، ولی چون گاهی هم لباس نظامی می پوشد، رژیم صلاح نمی داند او را مورد تعقیب قرار دهد و محاکمه کند که مبادا ابعاد فساد مالی سیستماتیک در حکومت بیش از این افشا شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش به امضای توافقنامه 25 ساله ایران و چین گفت که 1 سال است که نگران این مسئله بودم. رئیس جمهوری آمریکا وقتی از سوی خبرنگاری مورد سوال قرار گرفت که از او پرسید مشارکت جدید میان ایران و چین چقدر نگران کننده است، گفت 1 سال است که نگران این مسئله بودم. بایدن توضیح بیشتری درباره نگرانی خود از امضای توافقنامه همکاری جامعه 25 ساله میان ایران و چین نداد. قرارداد همکاری های جامعه 25 ساله میان ایران و چین روز شنبه پریروز در جریان سفر وزیر خارجه چین به ایران و در حالی امضا شد که روابط ایالات متحده آمریکا و چین دچار تنش رودرسون است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین زمینه تاکید کرد که روابط ایالات متحده و چین به شکل فزاینده‌ای خصمانه می شود. جو بایدن پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که در صورت پیروزی آمریکا را به برجام باز می گرداند، اما پس از ورود به کاخ سفید تاکید کرد که ابتدا جمهوری اسلامی ایران باید به اجرای تعهدات کامل خود در برجام باز گردد، که در مقابل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران فقط هنگامی به تعهدات برجامی خود باز می گردد که آمریکا همه تحریم ها را لغو کند و جمهوری اسلامی لغو عملی تحریم ها را مورد راستی‌آزمایی قرار دهد. وزارت بهداشت حکومت ایران خبر داد که از روز گذشته کنون، یعنی امروز دوشنبه، 81 تن از بیماران مبتلا به کرونا جان باختند و 9300 تن به کرونا مبتلا شدند. به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری به 62,478 تن
و تعداد کل بیماران کووید 19 در کشور به 1,864,984 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت که 3,940 نفر از بیماران کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا نیز درباره همه‌گیری موج چهارم کرونا در نوار غربی و مرکزی ایران و افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز کشور در روزهای آینده خبر داد. در ادامه این گزارش، ستاد ملی مقابله با کرونا نیز اعلام کرد که وضعیت 23 شهرستان به رنگ قرمز و 44 شهرستان به رنگ نارنجی گزارش شده است. در همین راستا قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت نیز درباره شیوع گسترده ویروس جهش‌یافته در کشور هشدار داد و ادعا کرد که تا پایان ماه رمضان، یعنی در حدود یک ماه و نیم آینده، جمع زیادی از افراد پرخطر علیه ویروس کرونا واکسینه می شوند. این در حالی است که حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، از روند کند واکسیناسیون کرونا در ایران انتقاد کرده و تعداد جمعیتی که واکسن به آن تزریق شده را در مقایسه با جمعیت عمومی منتظر واکسن بسیار ناچیز دانسته است. محسن مستعی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز از روند کند واکسیناسیون در ایران انتقاد کرد و علت آن را سهل‌انگاری دولت در این زمینه دانست. بنابر قراردادی که اعلام شد، تولید واکسن چینی سینوفارم در یک کارخانه داروسازی مستقر در امارات متحده آغاز خواهد شد. شرکت داروسازی صنایع داروسازی خلیج در رأس‌الخیمه قرارداد فوق را با شرکت هوش مصنوعی و رایانش ابری گروه 42 در ابوظبی امضا کرده است. شرکت جی 42 مرحله نهایی از فاز سوم دوره آزمایشی واکسن سینوفارم در امارات را در ماه ژوئیه گذشته انجام داد. اعلام خبر تولید واکسن سینوفارم در شرکت داروسازی امارات نشان است از گسترش دیپلماسی چین در منطقه خلیج فارس و به تلاش امارات متحده عربی در متنوع سازی اقتصاد خود کمک میکنه. وانگ یی وزیر خارجه چین که به تازگی سفری دو روزه به امارات داشت گفت که چین برای تولید واکسن کووید 19 ارزان خواستار همکاری با امارات متحده عربی بود. شرکت جی 42 قبلا گفت که با سینوفارم در زمینه‌های تولید و توزیع همکاری داشته و امیدوار است که بتواند واکسن را به امارات و دیگر کشورهای منطقه ارائه کند. امارات میگوید که واکسن سینوفارم اثرگذاری 86% دارد. همزمان چین میگوید که واکسن تولید این کشور 79.34% اثرگذار است. وزارت بهداشت امارات در ماه جاری گفت که بدن شماره اندک از دریافت کنندگان سینوواک در امارات پاتن تولید نکرده است و برای همین افراد برای بار سوم واکسینه شدن. دولت چین با بستن قراردادی 25 ساله با ایران و همچنین ایجاد روابط حسنه با عربستان سعودی و امارات سعی در گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در خاورمیانه دارد. چین حتی به کشورهای آفریقایی نیز چشم دوخته است و قراردادهایی در خاورمیانه مشابه قراردادهایی که با آفریقا باید ببندد بسته است که این قراردادها نیز به امضا رسیده است. ما بیخبر از توطئه چینی هاییم، دارای ژن سیب زمینی هاییم. اینجور که پیداست به لطف حضرات تا چند دهه سیغه چینی هایی، من بعد به ما سیب زمینی بدهید، دستور حماس آفرینی بدهید، یک گربه از آن پلنگ باقی مانده است،
آن هم به برادران چینی بده. تاریخ نگاران قدیمی و جدید از خسرو معتضد الی ابن ولید با خواندن متن ترکمانچین گفتند رحمت به روان فتحعلی شاه فقید. گفتند که راه ما جدا از چین نیست، یعنی که مسیر کفر و اسلام یکیست. پس روی تمام نقشه ها بنویسید جمهوری اسلامی چین کمونیست. آنقدر که ناامید و بی‌اعصابیم، راضی به هجوم مغول و اعرابیم. ششدانگ به نام چین زدند ایران را، ششدانگ به نام چین زدند ایران را. کوروش تو بخواب، چون که ما هم خوابیم. کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت هفته گذشته گفته بود که تنها 700 هزار دوز واکسن کرونا در شبکه بهداشتی کشور توزیع شده است. به این ترتیب در بهترین حالت تاکنون تنها 350 هزار نفر از جمعیت ایران واکسن کرونا دریافت کردند. این در حالی است که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران اوائل اسفند ماه سال گذشته وعده داده بود که تا پایان سال 1399 خورشیدی 1.3 میلیون نفر با اولویت کارد درمان واکسن دریافت خواهند کرد. سازمان نظام پزشکی ایران درباره آغاز پیک چهارم بحران کرونا در سراسر کشور هشدار داد و گفت بر اثر تعلل دولت و عدم توجه به تأمین سلامت مردم، واکسیناسیون صورت گرفته بسیار ناچیز بوده و تاکنون میزانی بسیار کمتر از 1% جمعیت ایران را پوشش داده است. حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی نظام پزشکی نیز در این باره گفت روند واکسیناسیون در کشور بسیار کند است. این تعداد چند صد هزار واکسن وارد شده در مقابل جمعیت میلیونی ایران میزان قابل توجهی نیست. کرمانپور در ادامه افزود شهروندان بیش از گذشته حواسشان هست و پس از 1 سال تحمل محدودیت خسته شدند و میخواهند کنار هم باشند. وی گفته است پس از گذشته بیش از 1 ماه از ورود واکسن کرونا روسی اسپوتنیک وی و آغاز واکسیناسیون تنها حدود 161 هزار نفر مورد تزریق قرار گرفتند. این تعداد کمتر از 1/5% 19% از جمعیت 83 میلیون نفری کشور را تشکیل می‌دهد. در حالی که مقامات وزارت بهداشت ایران به عدم موفقیت در اجرای مرحله اول واکسیناسیون کرونا بر اساس برنامه‌های اعلام شده قبلی اذعان کرده‌اند، سفیر حکومت ایران در مسکو از طرح‌هایی برای تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی در ایران خبر داد. از میان کشورهای منطقه گزارش حاکی است ترکیه با جمعیتی مشابه ایران تاکنون به بیش از 14 میلیون نفر حدود 17% جمعیت دست کم 1 دوز از واکسن و به حدود 6 میلیون نفر نیز 2 دوز از آن را تزریق کرده و همچنان در حال دریافت محموله های جدید است. در اسرائیل هم بیش از 55% جمعیت 1 دوز از واکسن فایزر بیونتیک را دریافت کردند و همچنین امارات عربی متحده تاکنون به بیش از 7.3 میلیون نفر نزدیک به 3/4 جمعیت واکسن تزریق کرده است. اما در این شرایط مقامات حکومت ایران تلاش می‌کنند که سرعت پایین واکسیناسیون را مسئله جهانی دانسته و به خلف وعده در تحویل محموله‌های واکسن ارجاع دهند. این در حالی است که وزارت بهداشت ایران قبلا اعلام کرده بود تا پایان سال 1399 1,300,000 نفر را واکسینه خواهد کرد.
همچنین کیانوش جانپور مدیر روابط عمومی وزارتخانه نیز شمار واکسن‌های توزیع شده در کشور را 695 هزار دوز عنوان کرد. جانپور هفته گذشته هم رسماً شکست اجرای برنامه ملی واکسیناسیون برای سال 99 را اعلام کرده بود. در پی موفقیت عملیات رهاسازی کشتی بگل نشسته در کانال سوئز، بهای نفت کاهش یافت و شاخص‌های بازار سهام آفریقا افزایش پیدا کرد. بهای نفت برند با 90 سنت کاهش به بشکه 63.67 دلار رسید و نفت خام آمریکا با 1.3 دلار کاهش به 59.94 دلار در هر بشکه رسید. این خبر همچنین خوشبینی به رشد بازار جهانی را افزایش داده است. کریستین کلر اقتصاددان گفت انتظار می رود اقتصاد جهان در سال جاری 6.4 درصد رشد کند که بخشی از آن ناشی از مشوق‌های مالی هنگفت آمریکاست و تأثیر مثبتی بر باقی جهان خواهد گذاشت. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این هفته طرح کلی هزینه‌های دولتش در بخش زیرساخت‌ها را اعلام کند، اقدامی که بهبود اقتصاد آمریکا را تسریع خواهد کرد. حدود 12 درصد تجارت جهانی از طریق آبراه سوئز انجام می‌شود و با باز شدن راهبندان کانال حرکت مجدد نفتکش ها ممکن شده است. با این حال در بامداد امروز اعلام شد که عملیات رهاسازی این کشتی غول‌پیکر موفقیت آمیز بوده و کشتی در کانال سوئز به حرکت در آمده است. بدین ترتیب انتظار می رود بحرانی که از یک هفته قبل با مسدود شدن کانال سوئز در حمل و نقل دریایی ایجاد شده بود با آغاز دوباره تردد صدها کشتی که در انتظار باز شدن این کانال بودن رفع شد. انتشار ویدیوی شلیک مستقیم نیروهای بسیج شوش به دو جوان موتورسوار که به کشته شدن آنها انجامید در رسانه‌های داخلی و خارجی خبرساز شده است. همزمان سپاه ولیعصر خوزستان نیز با دو روز تأخیر طی اطلاعیه‌ای شلیک نیروهای بسیج به دو نفر را تایید کرد، اما در این حال این دو جوان علی شوش را تروریست و تجزیه طلب خواند. به نظر می رسد حکومت ایران به هراس افتاده است و بدین سان تلاش دارد تا با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از قیام‌ها و جنبش‌های احتمالی جلوگیری کند و به این روش به مردم هشدار می دهد. سپاه پاسداران شوش در این گزارش تأکید کرد که نیروهای بسیج شوش با نقض قوانین به کارگیری سلاح این دو جوان 20 و 24 ساله را هدف قرار دادند. پایگاه خبری هرانا نیز در این باره نوشته است این شهروندان روز جمعه سوار بر موتورسیکلت در حال عبور از خیابانی بودند که دادگاه این شهرستان، حوزه علمیه و پایگاه بسیج دانش در آن واقع شده است. اما ناگهان مورد اصابت گلوله نیروهای بسیج قرار گرفتند. هرانا گفته است هر دوی این جوانان اهل منطقه دوار شهر شوش بودند و در جریان شلیک نیروهای بسیج یکی از آنها از ناحیه پا و شکم زخمی شد که پس از انتقال به بیمارستان و قطع پا بعد از ظهر دو روز پیش جان خود را از دست داد. جوان دیگر نیز از ناحیه کتف زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر از قطر خواست قانون قیمومیت مرد بر زن را لغو کند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد این قانون مانع تصمیم گیری مستقل زنان در مسائلی مانند ازدواج، سفر و دسترسی به خدمات بهداشت باروری می شود. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر، قطر در رعایت برخی حقوق زنان از جمله تحصیل و حمایت اجتماعی پیشگام شد، اما اکنون از همسایگان خود در منطقه عقب افتاده است. عربستان سعودی در سال 2019 قانون ضرورت اجازه قیم مرد برای سفر زنان را لغو کرد. دفتر ارتباطات دولت قطر در واکنش به گزارش دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد دولت
به اجرا و معرفی و گسترش سیاست‌هایی که آزادی عمل و تصمیم‌گیری زنان را تضمین کنند ادامه می‌دهد. کمیته المپیک قطر نیز اعلام کرده است مسئله برابری جنسیتی را مورد بررسی و بازبینی قرار می‌دهد. طبق قوانین قطر، زنان مجرد زیر 25 سال برای سفر به خارج از کشور به اجازه قیم مرد نیاز دارند. همچنین شوهر یا پدر می‌توانند سفر زن را در هر سنی ممنوع کنند. سال گذشته قطر به زنان اجازه داد بدون کسب اجازه قیم مرد گواهینامه رانندگی بگیرند، اما زنان برای ازدواج مانند سایر کشورهای منطقه به اجازه قیم مرد نیاز دارند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است زنان قطری نمیتوانند قیم اصلی فرزندانشان باشند حتی اگر حضانت قانونی داشته باشند. همزمان چند کانال تلگرامی نزدیک به فعالان عرب زبان در خوزستان نیز اقدام به انتشار ویدیویی از دو جوان که به شدت زخمی کردن گفته است. در این ویدیو دو جوان با لباسهای معمولی در حالی که به شدت مجروح شدند بر کف خیابان افتادند و چند مأمور نیروی انتظامی و همچنین نیروهای بسیج با لباس شخصی در حال بازرسی بدنی از آنها هستند. در این ویدیو هر دو جوان دچار خونریزی شدید هستند و حال یکی از آنها به شدت وخیم است و در آستانه بیهوشی قرار دارد. با این حال ماموران نیروی انتظامی و نیروهای بسیج اقدامی برای ارائه کمک‌های اولیه یا کاهش خونریزی آنها انجام نمی‌دهند و به بازرسی بدنی آنها ادامه می‌دهند. تا کنون گزارش‌های متعددی از شلیک نیروهای بسیج، ماموران نیروی انتظامی و سپاه پاسداران به شهروندان به ویژه در استان‌های کرمانشاه، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان منتشر شده است. با این حال در قریب اتفاق این موارد پیگرد قضایی انجام نشده است. اگنس کلمار کارشناس حقوق بشر برای مدت 4 سال به عنوان دبیر کل جدید سازمان عفو بین الملل برگزیده شد. این کارشناس مسائل حقوق بشر که اهل فرانسه است پیش از این گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه بود. کلمار از جمله یکی از کسانی بود که پرونده قتل جبال قاشقچی را پیگیری میکرد. سراب یمیش مسئول شعبه بین المللی نهاد حقوق بشری از آمادگی اگنس کلمار برای پذیرش این چالش بزرگ استقبال کرده و گفته است کلمار زنیست که شجاعانه میتواند این سازمان را در دوره بعدی هدایت کند. بیامیش گفته است که کلمار با تیزبینی هوشمندانه، صراحت کلام و تجربه عمیق مسائل حقوق بشری برای مقام دبیر کلی سازمان عفو بین الملل شایستگی کامل دارد. فعالیت‌های اگنس کلمار در ارتباط با اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد تنها به پیگیری پرونده قتل جمال قاشقچی محدود نمی‌شود. او به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل به نقض حقوق بشر در بیش از 30 کشور جهان پرداخته است. در سطح جهان حدود 10 میلیون نفر از فعالیت‌های سازمان عفو بین‌الملل حمایت و پشتیبانی می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل در بیش از 70 کشور جهان دفتر نمایندگی دارد. سازمان انرژی اتمی حکومت ایران اعلام کرد که هرگاه مشکل ارضی حل نشود تولید برق نیروگاه بوشهر متوقف می شود. محمود جعفری معاون سازمان انرژی اتمی امروز با اعلام این خبر به خبرگزاری ایستا گفته است مشکلات اصلی ما در سالهای اخیر تغییرات نرخ ارز و مشکلات وابسته به تحریم‌های بانکی است. وی در ادامه افزود این مشکلات سبب شده تأمین هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری خرید قطعات یدکی و سوخت سالانه واحد یکم نیروگاه از جمله انتقال مبالغ ارزی به شرکت‌های طرف قرارداد در روسیه با مشکلاتی مواجه شود. محمود جعفری در همین حال هشدار داد
در صورتی که راهکاری برای حل مشکلات مالی یافت نشود، به احتمال بسیار تولید برق واحد یکم نیروگاه‌های بوشهر و فعالیت‌های این نیروگاه در سال جاری متوقف می‌شود. این هشدار در حالی عنوان شده است که یک بار دیگر نیز در اسفند ماه سال 97 خورشیدی سخنگوی سازمان انرژی اتمی مسئله مشابهی را مطرح کرده بود. در آن زمان مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران، رقم بسیار پایین بودجه و عدم حمایت دولت مورد اشاره قرار گرفت. بر اساس اظهارات معاون این سازمان، در آن زمان دولت که در سالهای قبل از 97 بخشی از هزینه سوخت نیروگاه را پرداخت می‌کرد، این حمایت را به دلیل افزایش نرخ ارز متوقف کرد. سوخت نیروگاه اتمی بوشهر از طریق روسیه تامین می‌شود و تامین آن به همراه قطعات و سایر پشتیبانی‌ها به صورت بین‌المللی با تعلیم‌های بانکی دچار مشکل شده است. روسیه پیمانکار ساخت نیروگاه بوشهر بود که راه اندازی آن با سالها تأخیر مواجه شد و سرانجام در سال 1354 به دستور روانشاد محمد رضا شاه پهلوی توسط شرکت‌های آلمانی آغاز شده بود. برق تولیدی این نیروگاه از سال 1390 خورشیدی در مدار قرار گرفت. واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر طی 5 سال گذشته حدود 2.4% برق کشور را تأمین کرده است. فیسبوک صفحه رسمی پرس تیوی را با بیش از 4 میلیون عضو به طور دائم بست. فیسبوک که قبلا در اواسط ماه ژانویه صفحه پرس تیوی را به صورت موقت مسدود کرده بود، این بار بسته شدن پرس تیوی را دائمی اعلام کرد. پرس تیوی خبر داد که از بسته شدن صفحه خود در فیسبوک به دلیل نقض اصول و مقررات فیسبوک مطلع شده است. فیسبوک گفته است موضوع بسته شدن پرس تیوی قبلا بازبینی شده و دیگر قابل بازگشت نیست. پیش از این نیز فیسبوک چندین بار اقدام به مسدودسازی صفحه رسمی پرس تیوی کرده بود. آخرین بار در اسفند ماه فیسبوک صفحه پرس تیوی را به صورت موقت مسدود کرد. خبرگزاری فارس در مورد بسته شدن پرس تیوی نوشته است در ژوئن سال گذشته نیز فیسبوک، شبکه خبری پرس تیوی ایران، خبرگزاری اسپوتنیک در روسیه و خبرگزاری چینی شینوا را رسانه‌های دولتی لقب داده و گفته است که مانع از تبلیغات این رسانه‌ها در آمریکا خواهد شد. فارس افزود گوگل و شبکه‌های اجتماعی دیگر نظیر توییتر و اینستاگرام نیز چند بار به اقدام علیه شبکه خبری پرس تیوی پرداختند. فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند، اما میلیون‌ها ایرانی از جمله برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در این شبکه‌ها فعال هستند. متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. درود بر شما بینندگان عزیز، بسیار به برنامه خوش آمدین. من هرات هستم در خدمت آقای دکتر صادق زیبا کلام. آقای دکتر بسیار به برنامه ما خوش آمدین. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان شما، حالا نمیدونم ایرانی هستن آمریکایی هستن بله. جایی هستن، به هر حال به همشون من عرض سلام و ادب دارم. من این توضیح رو باید بدم که این برنامه، من مدرس هستم در مجموعه ای که در واقع اکثریت دانشجویان ما یهودی هستن و در واقع در ارتباط با سوالهایی که میخوایم مطرح بکنیم بسیار علاقمند بودن و این هست که این مصاحبه من با شما رو من ترجمه میکنم برای اونها بعدن. در هر صورت بسیار خوش آمدین. آقای دکتر عزیز اجازه بفرمایید که من از این نقطه شروع بکنم این بحث رو. حکومت اسلامی از روز اولی که بر روی کار آمد تا به امروزی که 42 سال گذشته است سر ستیز با اسرائیل برداشته. 42 سال آیا
هزینه نداشته برای حکومت، برای مردم ایران هزینه نداشته. میشه توضیح بفرمایید؟ ببینید خانم هرود، قطعا برای منافع ملی ایران این شعار، این استراتژی که ما باید اسرائیل نابود بکنیم، قطعا هزینه زیادی داشته برای منافع ملی ایران. منتها شما فهمیدید که از روزی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، نظام جمهوری اسلامی ایران بر سر کار آمد، واقع مطلب این هستش که اصلا و ابدا نابودی اسرائیل، دشمنی با آمریکا، مرگ بر آمریکا، غرب ستیزی، اینها در حقیقت اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی نبودن. اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی آزادی مطبوعات بود، نبود زندانی سیاسی بود، حاکمیت قانون بود. اینها بودن اهداف و آرمانهایی که مردم ایران با رژیم شاه به خاطرشون مبارزه کردن. منتها در ایران اون 42 سال پیش یک جریان نیرومند فکری، فرهنگی، میان روشنفکرا و تحصیل کرده های ایران که مخالف شاه بودن وجود داشت که بسیار متأثر از چپ بود، بسیار چپ مارکسیستی بود و در نتیجه مبارزه با آمریکا، مبارزه با غرب، مبارزه با اسرائیل، مبارزه با صهیونیسم، جزء به اصطلاح فرهنگ چپ ها بود. حالا نه فقط در ایران، تو کشورهای عربی هم بود، تو خیلی از کشورهای اروپایی هم بود، جاهای دیگه هم بود به اصطلاح. و این به تدریج از مارکسیستا حرکت کرد، آمد به سمت و سوی مسلمانان انقلابی رادیکال و به جای اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی که اهداف دموکراتیک بودن، اهداف آزادی خواهانه بودن، این دشمنی با اسرائیل، نابودی اسرائیل، نابودی تمدن غرب و اینجور چیزا در حقیقت شد جزء اهداف انقلاب اسلامی. اما نکته‌ای که بسیار مهمه این هستش که من قبول دارم که در ابتدای انقلاب درست مثل خیلی از کشورهای عربی و اسلامی ضدیت با اسرائیل بین اکثریت مردم ایران بود، وجود داشت، نه علیه یهودیت، علیه اشغال اسرائیل رو و حمایت از فلسطینی ها و اینها. من قشنگ یادمه که چند هفته بعد از انقلاب یاسر عرفات آمد به ایران، اولین شخصیت به اصطلاح میهمان خارجی بود که آمد به ایران بعد از انقلاب و چه استقبالی ازش شد. اما ببینید خانم هرود، بعد از گذشت 42 سال اصلا دیگه اون احساس به شدت حمایت و همدردی و همدلی با فلسطینی ها و متقابلا بغض و کینه نسبت به اسرائیلی ها وجود نداره. یعنی امروز که فروردین 1400 هستش، مارچ 2021 هستش، شما اگر که با بسیاری از ایرانی ها صحبت بکنی که آیا شما مخالف اسرائیل هستین، خیلی هاشون به شما میگن که نه، ما اصلا دشمنی با اسرائیل نداریم. و اگر ازشون بپرسی که خب حکومت ایران میگه من اسرائیلی میخوام نابود کنم، آیا شما موافق این شعار هستید؟ خیلی هاشون به شما میگن که نه، با به هیچ وجه خواهان نابودی اسرائیل نیستیم. و حضور شما عرض شدش که و حتی مخالفت میکنن. و من خودم در یک سخنرانی چند سال پیش یه سوالی رو مطرح کردم در ایران، در یه دانشگاهی با یکی از این اصولگرایانی که خیلی رادیکال هستن و مخالف اسرائیل هستش و میگه اسرائیل رو باید نابود بکنیم و اینها، با ایشون گفتم که این که این شعار، این استراتژی که شما میگید ما باید اسرائیل رو نابود بکنیم، اینه کی به شما، این وظیفه رو کی به شما محول کرده، اینه کی به شما گفته که شما باید اسرائیل، جمهوری اسلامی، شما باید اسرائیل نابود بکنه. عربا گفتن، فلسطینیا گفتن، سازمان آزادی بخش فلسطین گفته، حماس گفته، جهاد اسلامی گفته، حتی اونا هم نمیگن ما اسرائیل رو باید نابود بکنیم. سازمان ملل گفته، شورای امنیت گفته، اتحادیه اروپا گفته، مردم ایران گفتن، قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته. آخه کی به شما این ماموریت رو داده که شما باید اسرائیل رو نابود بکنید؟ و
جالبه که خانم هرات شما هیچ پاسخ درست و منطقی نمیشنوید. یه سری شعار که این تکلیف دینی هست، وظیفه اسلامی هست، نمیدونم قرآن به ما میگه، نمیدونم بشریت به ما میگه، نمیدونم اینها، آخرش هم به شما یه پاسخ منطقی نمیدن. بنابراین این سوال خیلی مهم خواهد شد در آینده ایران و اسرائیل که چه کسی این وظیفه رو به جمهوری اسلامی ایران محول کرده که شما باید اسرائیل رو نابود بکنی. ولی تا اونجایی که مربوط به پاسخ به سوال شما میشه، نه واقعا بسیاری از مردم ایران هیچ بغض و کینه‌ای علیه اسرائیلیا ندارن. آقای دکتر گرامی، شما استاد دانشگاه هستین، با تجربه هستین. اگر من از شما بپرسم به عنوان یک شهروند ایرانی، از شما بپرسم تکلیف مردم مشخص، از روز اول هم مشخص بوده، اما آیا تصور شما و اگر قرار باشد که با یک نگاه به کلیت نظام جمهوری اسلامی بفرمایید که آیا چه درکی فعلا در حال حاضر نسبت به اسرائیل از طرف نظام وجود داره؟ شما چه پاسخی به من میدید؟ از کردم ببینید دو تا نگاه هست، یه نگاه رسمی و حکومت. چرا؟ کدام قدرتمندتر؟ به طب اون نگاهی که مال حکومت هست، اون نگاه قدرتمندتر هستش. ببینید ولی مردم دو تا چیز رو خانم هرود شما باید تفکیک بکنید. یکی نگاه مردم ایران هستش که عرض کردم اکثریت مردم ایران هیچ بغض و کینه‌ای نسبت به اسرائیل ندارن و به هیچ وجه خواهان نابودی اسرائیل نیستن. اما خب حکومت جمهوری اسلامی ایران انقدر این شعار رو داده که اگر امروز این شعار رو نده، مثل شعار مرگ بر آمریکا، این سوال مطرح میشه که خب اگه این درست بوده پس چرا دیگه شما نمیدین این شعار رو؟ اگه غلط بوده شما 42 سال 43 سال چقدر منافع ملی ایران هزینه شد به خاطر این شعار؟ اینی که به نظر من یه جورایی مجبورن این شعار رو بدن و این هزینه پرداخت بشه. اما یه سری چیزا داره تغییر میکنه. ببینید سیاست ایران در سوریه الان داره یواش یواش به زیر سوال میره. الان خیلی از ایرانی ها هستن که دارن میپرسن که خب دیگه داعش که دیگه در سوریه نیست، ما تو سوریه چی میدیم؟ ما تو سوریه چی میخوایم؟ ما به دنبال چی هستیم در سوریه؟ الان دو ساله که دیگه داعش نیستش، خب ما اونجا چی کار میخوایم بکنیم؟ اصلا این محور مقاومت، اتحاد بین ایران و فلسطینی ها و نمیدونم حزب الله لبنانی، نه اینها چه منافعی، چه اثری، چه سودی واسه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران داره؟ عرض کردم آقای دکتر در واقع چه درکی وجود داره، منظورم اتفاقا چه درکی از طرف نظام وجود داره نسبت به اسرائیل. آیا در بد، حالا درسته در ظاهر و در شعار، در یک عملی که 42 سال ادامه دارن موندن، منتها چه درکی از نظر شما فکر میکنید که این حکومت در بطن خودش داره نسبت به این قضیه؟ آیا واقعا متوجه است که علامت سوال داره در ذهنش، یا اینکه نه ببینید خانم هرود، در دفاع از این سیاست نابودی اسرائیل یه چیزایی میگن. مثلا میگویند که اسرائیل خودش صدها کلاهک هسته‌ای داره، صدها بمب اتمی داره اسرائیل، اگرچه که هیچ وقت رسما نگفته که ما داریم اینها رو، اما خب جلوی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو داره میگیره از طریق آمریکایی‌ها، از طریق نمیدونم اروپایی‌ها و غیره. خیلی ها تو بحثایی که تو دانشگاه ها و اینجا و اونجا بین من و طرفداران سفت و سخت نابودی اسرائیل تو دانشگاه ها صورت میگیره، همینو میگن. میگن آقا جون اسرائیل خود صدها کلاهک هسته‌ای داره، ولی فعالیت صلح‌آمیزی که جمهوری اسلامی ایران داره رو باهاش مخالفت میکنن و جلوش گرفتن. پاسخ من چی هستش؟ پاسخ من این هستش که بله، درسته که اسرائیلی ها مستقیم و غیر مستقیم جلوی فعالیت های هسته‌ای ایران رو گرفته اند. بله من اینو قبول دارم. اما سوال این هستش که اسرائیلی‌ها
انگلیسی میگن existential threat نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرده که من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم. بعد من به ایرانیایی که تندرو و رادیکال و انقلابی هستن میگم که اگر یک کشوری بگه که من جمهوری اسلامی ایران رو میخوام نابود بکنم، اگر یک کشوری بیاد بگه که من جمهوری اسلامی ایران رو میخوام نابود بکنم، ما در قبال فعالیت‌های هسته‌ای اون کشور چه احساسی پیدا میکنیم؟ این دقیقاً احساسی هستش که اسرائیلی‌ها دارن. اسرائیلی‌ها هیچ مشکلی با بمب اتم هند ندارن، حتی با پاکستان که کشور مسلمان هست هیچ مشکلی ندارن، با فعالیت‌های هسته‌ای امارات، مصر، هیچ کدوم اینا مشکلی ندارن. چرا در رابطه با ایران مشکل دارن؟ برای اینکه ایران رسما اعلام کرده که من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم، و فقط این شعار نبوده، در عمل جمهوری اسلامی ایران هر آنچه که تونسته در جهت ضربه زدن به اسرائیل اومده انجام داده. یعنی اگر حماس الان تانک نداره به خاطر این بوده که جمهوری اسلامی نمیتونست تانک بده به حماس، ولی هر چیز دیگری که میتونسته، راکت، بمب، موشک، اینا رو داده، به حزب الله داده، یعنی با کسانی که به اصطلاح در ستیز هستن با اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران از هیچ کمکی واقعا فروگذاری نکرده. بنابراین من میگم ما خودمون رو بذاریم جای اسرائیلیا. اگر یک کشور میمد با من میخوام ایران رو نابود بکنم، ما چه احساسی میکردیم از اینکه اون داره میره به سمت و سوی تکنولوژی هسته‌ای؟ درسته میگه که من نمیخوام بمب اتم داشته باشم، ولی خب ممکنه که یه روزی بگه که من سیاستمون تغییر کرده و الان ناشاریم با محکم هم داشته باشیم. بسیار عالی. خب آقای دکتر، با توجه به همین مسئلهی که مردم حس ستیز رویانه با اسرائیل ندارن و 42 سال هم گذشته و عواقب و هزینه هاش رو حکومت متقبل شده، آیا تعدیلی به وجود آمده در سیستم؟ تعدیلی به وجود نیامده و حتی دو سه هفته پیش بود، یک ماه پیش بود که مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 که یه مجلس فوق‌العاده تندرو هستش، رادیکال هستش، مثل خیلی از تندروهایی که تو اسرائیل هستن، یک ماده‌ای رو تصویب کردن که از دولت ایران میخواستش که حالا نمیدونم ماده واحدی این بودش که اسرائیل رو باید نابود بکنیم یا باید مثلا چه بکنیم، از MPT خارج بشیم، یعنی یه چیزایی که یک قانونی رو تصویب کردن که مشخصا این تهدید اسرائیل رو داشت از قوه به فعل در می آورد. ولی اون چیزی که مربوط به مردم میشه، عرض کردم 30 سال پیش، 40 سال پیش خیلی از مردم هم این سیاست رو تایید میکردن، ولی امروز خیلی از مردم این سیاست رو تایید نمی کنن. یه نکته دیگر هم بذاریم من خدمتون عرض بکنم. بسیاری از ایرانی اتفاقا بغض و کینه‌شون نسبت به عربا هستش. بسیاری از ایرانی ها شکست 1400 سال پیش ایران رو از عرب فراموش نکردن و واقعا نسبت به عرب بغض و کینه دارن، اما نسبت به اسرائیلیا هیچ بغض و کینه ندارن، چون هیچ وقت بین ایران، ایرانی ها و یهودی ها هیچ بغض و کینه و جنگ و چیزی نبوده. همینطوره. بسیار سپاسگزارم. سوال بعدی من این هست آقای دکتر عزیز، آیا تصور میکنید که در منطقه با توجه به فعل و انفعالاتی که در جریان است، جنگی علیه ایران یا بین کشورهای منطقه و ایران به وجود خواهد آمد؟ خیر، من فکر میکنم که علارغم همه شعارها، علارغم همه تهدیدها، علارغم اینکه یک کشتی اسرائیلی هدف ناشناس قرار میگیره، یک کشتی ایرانی هدف یک ناشناس قرار میگیره، علارغم همه اینها من معتقدم که واقعا یک جنگ و درگیری جدی نظامی بین ایران و همسایگان عربش، عربستان و امارات و غیره، و بین ایران و اسرائیل صورت نخواهد گرفت. برای اینکه بسیاری از مسئولین ایران، بسیاری از فرماندهان نظامی ایران، بسیاری از سیاستمداران ایران علارغم اینکه شعار نابودی اسرائیل رو میدهند،
و مواضع خیلی تند و انقلابی و رادیکالی اتخاذ میکنن، اما میدونن که اگر خدای ناکرده برخورد نظامی بین ایران و اسرائیل یا غرب یا همسایگان ایران که متحد غرب هستن به وجود بیاد، ممکنه که ایران یک صدمات و لطماتی به اسرائیل وارد بکنه، به عربستان وارد بکنه، به امارات وارد بکنه، مثلا صدها نفر تو اسرائیل موشکای ایران از بین ببرن، خیلی از صنایع نفتی عربستان رو ایران صدمه وارد بکنه، به شهرهای امارات و ابوظبی و نمیدونم بحرین و اینها. اما این حد اکثر هزینه هایی هستش که ایران میتونه وارد بکنه. اما در مقابلش من فکر نمی کنم که یک کارخونه کوچیک اون وقت در ایران سالم بمونه. حالا تلفات انسانی به کنار که واقعا غیر قابل تصور خواهد بود، اما فکر کنم از نظر صنعتی و تکنولوژی ایرانی ها میدونن، مسئولین ایران، رهبران ایران میدونن که اون وقت اسرائیلی ها، اون وقت آمریکایی ها، اون وقت سعودی ها، اون وقت یه کارخونه سالم تو ایران باقی نخواهند گذاشت، یه پل سالم تو ایران باقی نخواهند گذاشت. بنابراین معتقدم که این شعارها، این تهدیدها، اینا بیشتر یک مانور هستش برای رسیدن به تفاهم و مذاکره. ایرانی ها میخوان بگن دست ما پرتر هستش که امتیاز بیشتری از غرب بگیرن برای اون توافق نهایی که من معتقدم بین ایران و غرب به وجود خواهد آمد. اگر تفاهم، اگر تصور بکنیم که تفاهمی بین ایران و غرب به وجود بیاد، آیا متعاقبا باید انتظار داشته باشیم که رابطه ایران با اسرائیل در واقع مثبت بشه؟ آیا برقرار خواهد؟ ببینید رابطه بین ایران حسب ظاهرش رابطه بین ایران و اسرائیل حداقل در کوتاه مدت مثبت نخواهد شد، ولی هر توافقی که بین ایران و غرب، مشخصا هم آمریکا، به وجود بیاید، شما یقین بدانید که اسرائیل هم بدون اینکه اعلام بشه رسما جزء این تفاهم خواهد بود. برای اینکه من معتقدم که یکی از چیزهایی که آمریکایی‌ها به دنبالش هستن این هستش که واقعا این سیاست خصمانه و اسرائیل نابود می‌خوایم بکنیم، ایران رو یه جورایی می‌خوان مهار بکنن، و ایران هم متوجه شده که نه اسرائیل میتونه نابود بکنه، نه میتونه ضرر زیانی به اسرائیل وارد بکنه، و به جز هزینه و هزینه و هزینه این سیاست ما اسرائیل رو نابود بکنیم هیچ چیز دیگری برای ایران نداشته. اینا مسئولین ایران متوجه شدن. ببینید الان 2 سالی که داعش دیگه نیستش و هفته‌ای نبوده، ماهی نبوده که اسرائیلی‌ها به مواضع ایران در سوریه حمله نکرده بوده باشن. در مقابلش ایران تو این 2 سال یه فشنگ مشقی هم علیه اسرائیل شلیک نکرده. این همه ما هزینه داریم، این همه به ما خسارت وارد شده، این همه به ما تلفات نیروی انسانی وارد شده تو سوریه از ناحیه اسرائیل، ولی ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم. حتی روس‌ها هم یواش یواش به ما میگن که جلو پلاستون رو جمع کنین از سوریه بیان بریم بیرون، برای اینکه روس‌ها هم معتقدن که واقعا ایران هیچ چیزی نداره، هیچ به قول فرنگیش پوینتی نیستش که ایران در سوریه باشه، و اصلا روس‌ها با سیاست ما در قبال اسرائیل، یعنی بیشتر از آمریکایی‌ها من فکر کنم روس‌ها علیه سیاست ما نسبت به اسرائیل هستن. خود روس‌ها روابط خیلی خیلی گرم و صمیمانه با اسرائیل دارن. خود آقای پوتین با آقای نتانیاهو سری ثواب و هم دیگه دارن، و بنابراین به هیچ وجه روسا هم همراهی نمی کنن با سیاست های ضد اسرائیلی ایران در منطقه. حالا آمریکایی‌ها به کنار، روسا هم همینطور، چینی هم همینطور. پس با این منوال، پس با این تعابیر، آیا باید منتظر یک رفرمی به طور ناخودآگاه و خودکار در درون نظام جمهوری اسلامی باشیم؟
آره آره، منتها بدون این که اعلام بشه، بدون این که اعلام بشه این سیاست اسرائیل رو نابود میخواییم بکنیم، عملا کنار گذاشته خواهد شد. ممکنه ممکن که نه، یقینا در شعار خواهند گفت، حالا چند ماه دیگه یا یه سال دیگه که کرونا وجود نداره و نماز جمعه دو مرتبه راه میفته، باز دو مرتبه شعار مرگ بر اسرائیل نمیدونم اینها تو نماز جمعه داده خواهد شد، ولی به عنوان یه چیز، یه سیاست جدی، یه استراتژی جدی، به نظر من این اسرائیل نابود میکنیم کنار گذاشته خواهد شد. بسیار عالی. آقای دکتر عزیز، عادی سازی روابط بین ایران و اسرائیل چرا اهمیت داره و چه مزایایی برای مردم ایران داره؟ چرا این دو کشور باید با هم دوست باشن؟ چرا؟ اگر من به عنوان یک دربند بپرسم. ببینید چراش خیلی واضح هستش. هر دو کشوری باید با هم دیگه دوست باشن. شما به جای اسرائیل میتونید اون لغت اسرائیل رو بردارید بگید که چرا ایران باید با عراق دوست باشه؟ چرا ایران باید با افغانستان دوست باشه؟ همه کشورها باید با هم دیگه دوست باشن، چون نشون داده شده که حتی بعد از اینکه جنگ هم با هم دیگه میکنن نهایتاً میرن به سمت و سوی صلح. و عرض کردم 42 سال دیگه یواش یواش وارد 43مین سال شدیم که خب این دشمنی اعلام نشده علیه اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته. من به شخصه معتقدم که اتفاقاً دشمنی جمهوری اسلامی ایران، شعار این که ما میخوایم اسرائیل نابود بکنیم، بجز این که به جریانات تندرو در اسرائیل کمک کرده، هیچ حاصل دیگری نداره. ببینید همه ما میدونیم که وقتی اسرائیل به وجود آمد، حدود نیم قرن بعد از به وجود آمدنش، یه مجموعه از لیبرال ها، سوسیالیست ها، چپ ها، حزب کارگر، اینها بودن که قدرت در اسرائیل در دست داشتن و اتفاقا اینها خیلی بیشتر امکان اینکه کشور مستقل فلسطینی به وجود بیاد، خیلی بیشتر در میان حزب کارگر و لیبرال ها و سکولار های اسرائیلی بود. اتفاقا اینکه لیکود و جریانات تندرو و رادیکال در اسرائیل ظرف یکی دو دهه گذشته اینقدر قدرت گرفتن و عملا توی انتخابات قبلی که باز هفته گذشته در اسرائیل صورت گرفت، درسته که لیکود اکثریت رو نیاورد، ولی بازم آقای نتانیاهو همچنان به عنوان رهبر اسرائیل باقی مون. اگه کسی از من بپرسه که چرا اینقدر تندروها و رادیکالها در اسرائیل نیرومند شدن، میگم بخشیش به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران هست. سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بدبختانه نه تنها هیچ کمکی به فلسطینی‌ها نکرده، بلکه کار رو برای فلسطینی‌ها خیلی دشوارتر کرده، برای اینکه سیاست خصمانه جمهوری اسلامی ایران باعث شده که اتفاقاً جریانات رادیکال تندرو اسرائیلی دست بالا رو پیدا بکنن. از قضا سنگبین صخرا فزود، روغن باتام خشکی می فزود. اتفاقا سیاست ایران عکس نتیجه داده. بسیار عالی. یعنی در واقع حتی سابقه تاریخی، پیشینه تاریخی دو ملت اسرائیل و ایران، یهودی ها با ایران تأثیر گذار خواهد بود به هر حال در این رابطه، آیا به نظر شما؟ قطعا همینطوره. ببینید من یک کتابی نوشتم تحت عنوان تولد اسرائیل. من کسی بودم که در دوران دانشجوییم در انگلستان که مصادف میشه با دهه 60 میلادی، تو اتاق من در لندن، اون زمانی که من کالج میرفتم انگلستان حدود 50 سال پیش، ببینید تو اتاق من عکس یاسر عرفات بود، عکس جمال عبدالناصر بود، عکس آوارگان فلسطینی بود. منم مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه به اصطلاح خیلی ضد اسرائیل بودم، طرفدار فلسطینی‌ها بودم و اینها. اما اون علاقه باعث شدش که من مجبور بشم یه مقداری آگاه‌تر بشم، یه مقداری بیشتر بدونم. نتیجه شد یه کتابی که نوشتم تحت عنوان تولد اسرائیل. متأسفانه این کتاب 7 سال پیش 8 سال پیش ما اینو فرستادیم وزارت ارشاد و ارشاد به هیچ وجه چیز نکرد، ارشاد به هیچ وجه مجوز موافقت نکرد که این کتاب چاپ بشه. خیلی جالبه خانم هرود، اگر مطالب این کتاب درست باشه، یک نقطه از چیزایی که، یک جمله از چیزایی که
جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل میگه نمیتونه حقیقت داشته باشه. اگر به عکس اونچه که جمهوری اسلامی ایران میگه درست باشه، یه صفحه از این مطالب کتاب من نمیتونه درست باشه. منتها مشکل اساسی این هستش که کتاب من، کتاب تولد اسرائیل، نظریه پردازی نیست، تئوری نیست، میدونیم فکتوال هستش، یعنی تاریخه. شما نمیتونی انکار بکنی و بگی که نه اینا مثلا وجود نداره، اینا چیزایی هست که اتفاق افتاده، من اینا رو اومدم به اصطلاح باهاش کتاب تولد اسرائیل رو به اصطلاح نوشتم. واقعا کتاب تولد اسرائیل نشون میده که هیچ بغض و کینه و نفرت تاریخی هیچ وقت میان ایرانیا و یهودیا وجود نداشته و اتفاقا به عکسش، همه قدرت های بزرگ آمدن رفتن به فلسطین، یهودی ها رو از اونجا آواره کردن، یهودی ها رو سرکوب کردن. اتفاقا کوروش و ایرانی ها تنها قدرتی بودن که وقتی رفتن فلسطین رو گرفتن 2000 سال پیش، چند صد سال قبل از میلاد، وقتی رفتن اونجا رو گرفتن گفتن یهودی ها میتونن برگردن بیان به بیت المقدس، میتونن برگردن بیان به سرزمین خودشون. دیگران درست به عکسش بودن، رومیا به عکسش رفتار کردن، یونانیا به عکسش رفتار کردن، قدرت های دیگر به عکسش رفتار کردن، بابلیا، آشوریا، همه به عکسش رفتار کردن. ایرانیا تنها ملتی بودن، تنها قومی بودن، تنها تمدنی بودن که وقتی رفتن فلسطینی گرفتن گفتن یهودی ها میتونن برگرده میان به سرزمینشون. بسیار آقای دکتر عزیز سپاسگزارم. من این گفتار رو، این مصاحبه رو با شما استاد علوم سیاسی و حقوق در دانشگاه تهران به ترجمه خواهم کرد و در اختیار خواهم گذاشت، رسانه ها میتونن استفاده کنن. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادید. منم از شما ممنونم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.